عشقای دل اومدم با جام حذفی بند یک گادپوری وی اس شاپور. اینو ما توی چیزا نداشتیم و اومدیم که تو لیستمون نداشتیم و اومدیم ببینیم به چه صورته. 2:30 اوکی، از بنده یک، از یوتیوب بنده یک بریم که داشته باشیم. سلام، خوش اومدیم به جام حذفی جدید رپ فارسی. این مسابقات تیمی و هر بازی دو تا تیم جلوی همدیگه قرار میگیرن تا با رأی شما روی قله وایسن. پوری و شاپور. یکی شیری فشن وایسن، دستم گیر کرد تاندونش بعضی وقتا. اونی که کنار گاتپوری نوشته برای مادر یکی از دوستان. اوکی. میگیرن تا با رأی شما روی قله باشه. پوری و شاپور. یکی شیری خشنه. بنده یه جوندش دلجن. مهدیار شاپور باتیا. وقتی یه گفتون عملی اون گوه برا تو کلی شاخ میشی بگی داری گل خونه مواد بطله با فی اینه و کنکوره برا جای کشی توی کشونت یا خورت اومد درا همه نارفیده تن دارم و جوز هستم بادت خالی میشه فرو کنم سوزن تشریف بعد بیلی تیم ورست مدفع کوبنده است بعد 9 ماه اومدی راست بگو کو بچت کدوم پلشکی گفت بوده کارت خوب جوری گایی دم تب و دارت یادش موند به نظرم پاپ بخون یه فرجی میشه رفش قوی تره اک تو مسعود ساده بود سر نزن باس برخصی تانگو بریم تو شک کشت پشمام 9 ماه اومدی راست بگو کو بچت کدوم پلشکی گفت بوده کارت خوب جوری گایی دم تب و دارت یادش موند به نظرم پاپ بخون یه فرجی میشه رفش قوی تره اک تو مسعود ساده بود رپ خونده مسعود صادقی من خبر ندارم چندم تک تک دارن شروع میکنن رپ خوندن و دریل خوندن ولی خب خبر ندارم نظرم پاپ بخون یه فرجی میشه رپش قوی تره از تو مسعود صادق بود سر نزن باس برخصی تانگو بریم تو شک کشتی خوراک تو سالتوه همین صورتیه چلوارش کارگوه دور موهاش فیده مثل آلبومت وقتی خدا رو کاره به فکر دور موهاش فیده مثل آلبومت اوکی دهنت سرویس بارش کارگوه دور ماش فیده مثل آلبومت وقتی خدا رو کاره به فکر فراره ببینم کف گفتی خونتون حلاله دلت میخواد پویی شلوار پات دراره دیس بده اسم ننت ترن چه جا شراره تو هم خدایی ولی توی شاخان کردن ملتفت قضا اصلیه اینا سالات فستن همون ام پی فایف رو میذارم تو لاپات احمق جای پراد سواره این بشه بابات بدبخت بابامو با ننت دیدی توی ایوون خیلی دارک دارن میزنن همون ببینم کف گفتی خونتون حلاله دلت میخواد پویی شلوار پات دراره دیس بده اسم ننت ترن چه جا شراره تو هم خدایی ولی توی شاخان کردن ملتفت قضا اصلیه اینا سالات فستن همون ام پی فایف رو میذارم تو لاپات احمق جای پراد سواره این بشه بابات بدبخت بابامو با ننت دیدی توی ایوون رپ فارسی شده پر طول حیوون پس میگیرم لفظ تو دیجی کالو کد شریف زیر دیمت ها گیشی توی شیپور خزه لفظت مثل واسات آدیداس سخت قایم این کس سه بار دستش میدادی یه پک خفه بمون دیست ندت شاگان که معروف در نشه والدت از ننه یه صفت رفاقتی نداشتم با صفت یه چک بود اون واسه تو هم حتی مثل یه پسر بود تو شمشیر و فدایی واسه مرتفت سپر بود بکه تو ندادم چون نزدیک روز پدر بود رپ تو با ورسایی ما فرش شده در جا دیست تو میزنه هچن دلش بره اما یادش درفت که مردم شی سرشون اومد وقتی شما دیریل میرخصیدی چه علوم محصا تو زنه به عنوان کسی که نتایج رو میدونم و میدونم که پوری برده واقعا برام عجیبه یعنی اسم میگم مثلا یه اتفاق عجیبی افتاده که پوری برده چون به صراحت شاپور قوی تره نمیدونم شما هم اینجوری فکر میکنید یا من هم توهم میزنم نمیدونم واقعا دید تو با ورسایی ما فرش شده در جا دیست تو میزنه هچن دلش بره اما یادش درفت که مردم شی سرشون اومد وقتی شما دیریل میرخصیدی چه علوم محصا تو زن عقی میستی کردم تیرم تتو کن لاچاکی کشونت گادپوری بیرم جدیدن ها کم خوب شدی آه خواه اوکی
چشات نازوک پدر برقص واسم میریزم پول میگم سوگل بسر چشمونو دور دیدی که چوسنانه بخونی گنگستر شده دیگه یه کفتر کاکل بسر مازندران بوده دوممه بیامولش تو تلاشه تو چاری یا خودش رو چا کنن اصلا هرچی تو میگی درسته گایده تی کفتر با همون کاکلش این موزیک معبود بجا صدون صدون اوکی مولش تو تلاش تو چاری یا خودش رو چا کنن اصلا هرچی تو میگی درسته گایده تی کفتر با همون کاکلش این موزیک معبود بجا معزی بند یک بود برای رای دادن با آرتیستی که دوست دارید همین الان به تلگرام بند یک یه کامیونیتی یوتیوب بند یک برید خب ولی من همچنان رایم شاپوره با اینکه میدونم رای چیه اوه چقدرم جلوتره 62% گاتپوری 38% شاپور اوکی اوکی دیدی اینایی که مثلا نتایجو میبینن حرفشون عوض میکنن مثلا نظرشون عوض میکنن نه آجی من نظرم همونه هرچند یه دو سه تا پانچ خیلی عجیب زد بعدش ولی خب همچنان نظرم همونه همین دیگه همین بریم که بعدی چیه بعدی یاس و سورناه وای جدال دیرینه یاس و سورنا کی میخواد تموم شه این جدال دیرینه یاس و قاف کی میخواد تموم شه جدال های دیرینه دارن نسل یکی ها و حتی اونایی که با هم خوبن هم باز خیلی طی سالهای زیاد یه سری شاید دلخوری ها و کدری ها پیش اومده باشه که اصلا خیلی از کلاب ها خیلی از فیتا رو سخت میکنه خیلی از همین سری رضا پیشرو داشت میگفت با حسین اوکیه رفیقن ما هم ولی خب تو ویدیو داشت میگفتش که آره من گفتم بیا تو آلبوم ولی حسین نیومد دیگه داداش مثلا رضا پیشرو در حدی نیست که حسین بخواد بگی که من بهش کردیت نمیدم نمیرم تو آلبومش که یا مثلا خود حسین در حدی نیست که رضا پیشرو بگه من کردیت نمیدم باش فیت نمیدم که ولی انگار یه سری اتفاقا افتاده دیگه میدونی انگار مثلا یه سری کدری ها وجود داره چون من همین چند وقت پیش داشتم چیز رو پیگیری میکردم ببینم میشه فیت پیشرو و هیچ کس رو اوکی کرد ولی خب فکر نکنم یعنی خیلی سخته حتی اونایی که با هم اوکی هم هستن با هم چند بار بیرون رفتن حالا بعد از اون بیفایی که شکل گرفته بود و این داستانا ولی خب خیلی سخته نسل یکی ها کلاب ازشون کشیدن با هم دیگه خیلی سخته و نمیدونم هم چرا خب ته این همه سال یه چهار تا شاید تنش پیش بیاد شاید یه چهار تا دلخوری و کدری پیش بیاد مثلا تولد مثلا بچه حسین رو تو برنامه مثلا پیش رو تبریک گفت در حالی که خب رفیقیم دیگه پیام البته خب صورت پابلیک میخواست بگه ولی خب من یه وایبی گرفتم که مثلا انگار اینجا اولین باریه که داره میگه نمیدونم چرا همین دیگه عشق دلیت بریم بعدی رو داشته باشیم یاس و سورنا وای قرار لیریکال باشه قرار مثلا وای بریم ویدیو بعدی عشق دلیت عشقید دوستتون دارم شدید